من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلغرز با آخشه همسایه سیم را دزدیدم. باغبان در پی من توم دوید، سیب را دست تو دید، از آلود من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی. سال هاست در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان میدهد آزار، و من اندیشه کنان غرق این پندار که چرا خانه گوشت ما سیم نداشت. طنز مننازی سرکار خانم آرامیان افتخار. سلام و سر سلام، عرض شب بخیر خدمت همگی. شعری رو انتخاب کردم از خلیل جوادی به نام حمایت از حیوانات. یه روز خدا میخواست بیاد بشینه آدم و حوا رو بیافرینه. وقتی اومد مشغول کارش بشه خواست یه فرشته دستیارش بشه. تو جلوی فرشته ها نگاه کرد، از تو اونا یه کارگر جدا کرد، گفت برو زرف و پر خاک روز کن، آبم بریز، یه خورده گل درست کن. فرشته با کمال میل پا شد، برای تعظیم یه ذره تا شد، با هیکل قشنگ و خوشقواره فرقون رو برداشت بره خاک بیاره. فرشته خاکا رو آورد نشست، هرچی تونست تو خاک روز آب بست. همینه که جنس بشر خرابه، دو سومه کل وجودش آبه. اگه یه جاش سفت هزار جاش شده تأثیر اون فرشته مونگوله. خلاصه کارگر به آخر رسید، میگن خدا یه ذره هم توش دمید، به خاطر همین یک عالمه هوا توی کندیه این آدمه. نمیدونم خدا چه قصدی داشته که آدم ها رو سر کار گذاشته. از سر طعنه گفته باری کردم، جدی نگفته، شوخی کرده بارم. خودش میگه بشر حقود کرده، اون کرده روی زمین سقوط کرده. میگن مخش حسابی ضربه خورده، خوبه که زنده مونده و نمورده. اما حالا همین خود دیوونه فکر میکنه خدای دنیا مونه. بشر مثل یه ماهی تو برکه است، فکر میکنه دنیا همینه و بس. اون که به برکه خودش راضیه محاله که بفهمه دریا چیه. پاشو برو تو آسمونا یه سر، تلسکوپم اگه تونستی ببر. برو یه چند تا کهکشان رو رد کن، زمین رو از اونجا بشین رصد کن. زمین به قد یه سر سوزنه، بشر یه سر هزارم ارزنه. میتونی اون بالا یکم بشینی، دیکتاتورای کوچیک رو ببینی. به کار آدم ها از اون بلندی هی بزنی به روی پاد بخندی. الان تا اونجایی که یاد بنده است شیر اگه آدم بکشه درنده است، اما از اونجایی که عقل داره آدم اگر شیر بکشه چه کاره؟ هی به خودش نمره عالی میده، جونورا رو گوشمالی میده، اولاغ بدبخت رو به هر بخونه رونش رو میبنده به تازیونه. خدا وکیلی راحت براتون، زنگوله بندازن تو گردنتون، قبیلتون تو جاده ها قطارشه، شطور بیاد رو کولتون سواشه. خدا اگه ببینه شیر تو شیره ممکنه عقل از بشر بگیره، بشینه از روی حساب و نقشه عقل ما رو به حیوانا ببخشه. یه روز صبح از خواب پا میشی میبینی بشر دوباره رفته غار نشینی، هرچی بیاد باید تحمل کنی. ببر اومده دنیا رو دست گرفته، حقش رو از آدم رو پس گرفته، شیر اگه پستی به پذیره آنی دنیا میشه یه جنگل جهانی. جونورا صاحب قدرت میشن، جنگلی که فقط میشه تن به تن. تفنگا رو جمع میکنن دو روزه، میبرن و میچینن این روزه. برای اینکه روز خوش ببینن سلاح هسته‌ای رو برمی‌چینن، لباس قانون رو به تن می‌کنن، خوردن گوشت رو قدغن می‌کنن.
وقتی ببینی چاره ای نداری میری میفتی به گیاهخواری. یه دفعه ای ممکنه روباه شهر بشه رئیس سازمان ملل، ممکنه طبق مصلحت موش کور بشه توی این دنیا رئیس جمهور. نگو که موش کور سواد نداره، میگیم یکی بره براش بیاره، یه دونه دکترای آکسفوردی، یکی دو دستم لباس لردی، لباسدار تنش کنه ماه میشه، رئیس جمهور چی چیه؟ شاه میشه. میای خونه خورد و خمیر و خسته، میبینی کم کم به جای نشسته، رو مبلتون یه پنگوئن لنده، یه موشم اولاق دراز کشیده، اون طرف هم بوغلمون یه کاره رفته نشسته پای ماهواره. بیان از این به بعد عادت کنیم حقوق حیوان رو رعایت کنیم، دیگه رو حق موشه پا نذاریم، برای سوسکا در